سلام به صنف نقاشی مادر خوش آمدید موضوع امروز خودنگاری درونی هست یک سلف پرتره درونی چیست؟ این برعکس ظاهری هست بنابراین به معنای باطنی شماست بنابراین یک سلف پرتره درونی ترسیم ذهن شماست نه چهره بیایید به این بچه نگاه کنیم اجده عکس وجود دارد این همان بچه هست اما حالات صورتش متفاوت است. می توانیم ببینید که چگونه حالات صورت بسته به احساسات مختلف مانند تعجب، خجالت، عصبانیت، خشم، شرم، هیجان و شادی تغییر می کند. آخرین صنفی که با موضوع احساسات من داشتیم را به خاطر دارید؟ پس از یادآوری تجربیات و احساسات خود آنها را در هنر انتظایی بیان کردیم. صنف امروز هم شبیه همان است. اینها شکلک های ساده ای هستند که حالات چهره را بر اساس احساسات مختلف بیان می کنند. دلیل این که من به شما حالت های مختلف صورت مانند اینها را نشان می دهم این نیست که شما را وادار به کشیدن حالات ساده ای صورت کنید. دفعه قبل کلمات مختلف مرتبط با احساسات را ارائه کردم. اما این بار می خواستم عبارات مختلف را به طور مستقیم به شما نشان بدهم. همه شما در حال زندگی می کنید که احساسات مختلف را احساس می کنید درست است؟ احساس و ابراز احساسات مختلف از نظر عاطفی سالم است. بنابراین بیان احساساتی که نمی توانم با کلمات از طریق هنر بیان کنم نیست فرایند برای درمان ذهن است. این دختر تصویری از صورت گریان مانند ماسک در دست دارد و او تصویری از صورت خندان را در دست راست خود گرفته است. بیایید بگوییم که کاغذ روی صورت او ماسک است. آیا فکر نمی کنید دختر می خواهد بگوید که در حال حاضر در وضعیت غمانگیز قرار دارد زیر او ماسک گیریه زده است و اگر نقاب خندان را بگذارد احتمالا دختر می خواهد ابراز کند که حالت خوش دارد. مانند این ساختن و پوشیدن ماسک می تواند بیان از ذهن درونی فرد باشد. ما در حال ساختن ماسک هایی هستیم که حاوی ذهن درونی ما می باشد. از امروز شروع می کنیم و هفته آینده به پایان می رسانیم. امروز ما درون خود را در هنر انتظایی بیان خواهیم کرد و هفته آینده از آن برای ساختن ماسک استفاده خواهیم کرد. توضیح کمی پیچیده بود؟ من فعالیت هفته آینده را از قبل توضیح دادم اما نگران هفته آینده نباشید بلکه فقط روی فعالیت امروز تمرکز بکنید. وقتی سنف با موضوعی احساسات من داشتیم چند هنر انتظایی را معرفی کردم و شما خواستم تجربیات و احساسات خود را در هنر انتظایی بیان بکنید. اما امروز ما یک رویکرد کرده کم متفاوت داریم. اول برای تان حکس میگذارم. وقتی عکس را دریافت می کنید، یک نفر آن را روی صورت شما می گذارد. مانند نه و قرار دادن آن دختر روی صورتش. و شما می خواهید بپرسید چطور به نظر می رسم؟ سب از بقیه افراد که ماسک نپوشند پاس خواهند داد که او چگونه به نظر می رسد؟ می تواند به سادگی با گفتن غمگین به نظر می رسید یا شاد به نظر می رسید پاسخ بدهید. اما بهتر است پس از مشاهده دقیق تصویر آن را با جزئیات بیان بکنید. به عنوان مثال، به نظر می رسد شما مانند یک دختر عشق خالص را احساس می کنید یا به نظر می رسد پس از جدا شدن از کسی که دوستش دارید در غم و هندو هستید. اکنون ویدیو را متوقف بکنید و در مورد آن گپ بزنید. گفتگوی خوب داشتید؟ من واقعا کنجکاو هستم که شما چه احساسی داشتید وقتی در مورد ماسک یک دیگر صحبت کردید. اکنون فورا فعالیت امروز را توضیح خواهم داد. اکنون که با ماسک هایی که از نمونه ها ساخته شده هند در مورد احساس خود و یک دیگر صحبت کردید. می تصویری از درون خود ترسیم کنید. آزادانه بیان بکنید. اما لطفا دو مورد زیر را در نظر بگیرید. اول، این سلف شما هست. همان طوری که در ابتدا به شما گفتم وقت آن است که ذهن خود را بیان کنید نه چهره خود را می توانید بیان کنید که این روزها چه احساس دارید یا در گذشته چه احساسات داشتید به عنوان مثال اگر بگویید من در گذشته غمگین بودم هم اکنون خوشحالم می توانید ناراحتی را بیان کنید که نماینده شما در گذشته هست یا می توانید شادی را بیان کنید که نشان دهنده شما در حال حاضر است درست است آیا می توانید هم غم و هم شادی را روی یک کاغذ بیان کنید؟ در هر صورت شما می توانید خود را صادقانه بیان بکنید بدون اینکه خود را پنهان بکنید. و ثانیاً لطفا این را به عنوان هنر انتظایی مانند آنچه امروز با نمونه تصاویر دیدید بیان بکنید. به این دلیل است که با بیان آن به عنوان یک انتظا می توانید آزادانه تر بیان بکنید بدون اینکه در داخل جعبه گیر کرده باشید. شما امروز درون خود را بیان کردید و سنف بعدی زمان خواهید داشت تا نقاشی های درونی خود را به صورت ماسک در بیارید. امروز شما نظرات خود را با نمونه تصاویری که من در اختیار شما قرار دادم به اشتراک گذاشتید. اما دفعه بعد افکار و احساسات خود را با ماسک هایی که خودتان ساخته اید به اشتراک خواهید گذاشت. سنف امروز را در اینجا به پایان می رسانیم. خدا را شکر میکنم که به من اجازه داد با شما سنف داشته باشم. لطفا منتظر سنف بعدی باشید. از مشارکت شما تشکر می کنم. روز و اوقاتتان خوب باشه.